فقط خبرها. ما طبق ضوابط و مقررات داریم کارو انجام میدیم. اصرار ایران بر خواندن جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده در داخل کشور. همزمان جنرال الکتریک برای کمک به تحقیقات از تحریم‌های آمریکا معاف شد. آغاز دادگاه تجدید نظر در پرونده تانک‌های چیفتن. اینجا در مرکز لندن رأی عالی‌ترین دادگاه انگلستان می‌تواند بزرگترین مانع روابط ایران و بریتانیا را از میان ببرد. درگیری‌های تازه در لبنان بعد از تشکیل دولت جدید، وعده‌های نخست وزیر معترضان را آرام نکرد. و تمرین آرامش اعصاب برای کاهش اضطراب کارمندان در بریتانیا. سلام، عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. ایران میگوید در حال تهیه امکانات لازم برای خواندن جعبه های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراینی است که دو هفته پیش نزدیک تهران ساقط شد. وزیر راه گفته اگر بازخوانی اطلاعات جعبه های سیاه مشکلی پیش بیاید، آن وقت ممکن است از کشورهای دیگر کمک خواسته شود. در همین حال شرکت آمریکایی جنرال الکتریک که از سازندگان موتور این هواپیماست، موقتاً از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شده تا در تحقیقات مربوط به حادثه شرکت کند. علی همدانی گزارش می‌دهد. پیگیری مصرانه برای روشن شدن ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی در بیرون از ایران سریع‌تر از داخل. اینجا وزارت خزانه‌داری آمریکا اصلی‌ترین نهاد اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در قلب واشنگتن. تحریم‌های کم یا موقتاً رفع شدند تا نهادهای بین‌المللی بتوانند در تحقیقات به ویژه بازخوانی اطلاعات به جا مانده در جعبه‌های سیاه هواپیما شرکت کنند. کارخانه عظیم جنرال الکتریک آمریکا از جمله سازندگان موتور هواپیمای بوئینگ اوکراین اعلام کرده که مجوز لازم را گرفته تا بازرسانش بتوانند روی این پرونده کار کنند یا به ایران سفر کنند اگر جمهوری اسلامی بخواهد. پرواز شماره 752 شرکت هواپیمای اوکراین اندکی بعد از ساعت 6 بامداد 18 دی، تنها 3 دقیقه بعد از ترک فرودگاه بین‌المللی تهران، هدف یک موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و 3 دقیقه بعد در حالی که هنوز در آسمان در تقلا بود، هدف موشک دوم. بر اساس گزارش که سازمان هواپیمایی ایران منتشر کرده، دو جعبه سیاه این هواپیما به شدت آسیب دیدند و به دلیل نداشتن فناوری لازم، ایران توانایی بازخوانی آنها را ندارد. بازخوانی آنچه بر این هواپیما پس از اصابت موشک اول گذشته، مکالمات کابین خلبان و حال و روز مسافران. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده. با این حال حسین رضایی فرد مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران گفته این کشور برنامه‌ای هم برای فرستادن جعبه‌های سیاه به خارج ندارد. کانادا از جمهوری اسلامی خواسته بود جعبه سیاه را به فرانسه بفرستد. وزیر خارجه فرانسه هم همین را از همتای ایرانی خود خواسته بود. بنده در سفر به اوکراین حامل پیام تسلیت جناب رئیس جمهور بودم به دولت و ملت اوکراین. اما وزیر راه و شهرسازی ایران که به تازگی از اوکراین بازگشته، امروز در گفتگو با خبرنگاران به کلیگویی اکتفا کرده، گفته همه چیز آرام است و اگر ایران نتواند جعبه های سیاه را بخواند از دیگران کمک میگیرد. در حالی که دولت کانادا در حمایت از خانواده های کشته شدگان دو تابعیتی مبلغ 25,000 دلار را در اختیار آنها گذاشته تا از آن برای انجام سفر به منظور سوگواری استفاده کنند، سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران کانادا را کاسه داغ‌تر از آش خوانده. عباس موسوی امروز هم گفته ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و پرونده قربانیان بر اساس قوانین داخلی ایران بررسی خواهد شد. از آنجا که سقوط هواپیمای اوکراین به گفته مقامات ایرانی بر اثر اشتباه روی داده، موضوع حالا میزان غرامت است. حادثه میتواند توسط مقامات قضایی قتل غیر عمد محسوب شود با دیه‌ای مشخص بر طبق قوانین ایران، مبلغی بسیار کمتر از عرف بین‌المللی. علی همدانی، بی بی سی. سعید محمودی، استاد حقوق دانشگاه استکهلم، از
سوئد به ما پیوسته. آقای محمودی، این استدلال ایران در مورد شهروندان دو تابعیتی در شرایط فعلی تا چه حد معتبر هست؟ ایران طبعا مسئله رو از دیدگاه خودش و قوانین خودش میبینه و همطور که انتظار میرفت مثل موارد مشابه اصرار خواهد کرد که تابعیت دوگانه رو نمیپذیره و فقط این افرادی رو، این قربانیان این حادثه رو که تابعیت کانادا یا سوئد یا جای دیگر رو داشتن رو به عنوان اتباع ایرانی محسوب خواهد کرد و بنابراین بر اساس قانون ایران جبران میکنه. ولی در این حال باید توجه کرد که کشورهای دیگه، یعنی کانادا به خصوص، سوئد، اوکراین، اینها هم از دیدگاه قوانین خودشون به این مسئله نگاه میکنن و بنابراین اصراری که میکنن با توجه به وظایفی که دولت‌های این کشورها برای حمایت از اتباع خودشون دارن هستش. به همین دلیل اون چیزی که نتیجه این دو دیدگاه متفاوت است این است که اختلاف نظر جدی بین دو طرف هست و برای حل این مسئله البته به نظر من شخصا بهترین راه این است و به صلاح ایران این است که هرچه سریع‌تر وارد مذاکره مستقیم بشه با این کشورها برای اینکه نحوه جبران خسارت افراد رو صرف نظر از اینکه قوانین ایران یا قوانین کانادا یا اوکراین بخواد جاری باشه در این مسئله با توافق به نتیجه برسونه. برای اینکه اگر به این توافق نرسند نهایتا سازوکار کنوانسیون شیکاگو در مورد حمل و نقل هوایی هواپیمای مسافری وارد کار خواهد شد و برداشت من یا انتظار من این است که اون سازوکار نهایتا به نفع ایران نخواهد بود، هزینه‌اش به مراتب بیشتر از این است که الان با همکاری و هماهنگی کشورهای دیگه ایران توافق بکنه که قرامتی به بازماندگان بده. در موارد مشابه کشورهای اروپایی یا آمریکایی نتونستن در مورد شهروندانشون کار زیادی انجام بدن و ایران با همین استدلال که این شهروندان دو تابعیتی رو در واقع اصولا دو تابعیتی بودن رو به رسمیت نمیشناسه وقعی ننهاده به آنچه که کشورهای اروپایی گفتن در مورد شهروندانش. چه اهرمی اینجا کانادا داره که بتونه استفاده بکنه که این بار شرایط رو براش متفاوت بکنه؟ به نظر میرسید که کانادا و همطور اوکراین یا سوئد اینها بر اساس مفاد کنوانسیون شیکاگو در وهله اول به خصوص ماده سوم مکرر و ماده 26ش که ماده سوم مکررش تایید میکنه به شدت که کشورها باید با از حمله نظامی به هواپیماهای مسافری خودداری کنند و ماده 26 هم میگه که در صورتی که حوادثی پیش بیاد که در این مورد ایران موضعش این است که این یه حادثه بوده و قصدی نبوده، در این صورت باید همکاری بشه، سریعا تحقیقات بشه و جبران بشه با همکاری همه کشورهایی که ذینفع هستن. بنابراین بر اساس این دو ماده و بعد بر اساس ماده 84 و 85 همون کنوانسیون این کشورها احتمالاً اگه نتونن سریع با ایران به نتیجه برسن در مسئله غرامت مکانیزمی که در اونجا پیش بینی شده رو به کار خواهند انداخت، به شورای ایکائو سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری شکایت خواهند کرد و رأیی که در اونجا داده خواهد شد به احتمال خیلی قوی به ضرر ایرانه، برای اینکه ایران مستقیماً و مکرراً پذیرفته که مسئول این حادثه بوده و بعد اگر ایران رأی شورا رو نپذیره حتی احتمال این هست، امکان این پیش بینی شده که مسئله رو به دیوان بین المللی لاهه مراجعه بکنه کانادا یا اوکراین یا بقیه کشورها و در اون صورت ایران همطور که عرض کردم به احتمال زیاد از لاغل از نظر مالی صدمش خیلی شدیدتر خواهد بود تا اینکه الان یه موافقتی بکنه. این را من باید اضافه بکنم که اینکه این افرادی که تابعیت دوگانه دارند همشون نمیتونن روی غرامت از کانادا یا اوکراین حساب بکنن، برای اینکه تفاوت هست بین یک کسی که مثلا 35 سالش بوده و از این 35 سال 30 سال در کانادا بوده، همه زندگیش، کارش، ازدواجش، تحصیلش در اونجا بوده، تابعیت مؤثرش کانادایی است و یکی که 5 سال پیش به کانادا رفته و سربازی، تحصیلاتش، خانواده‌اش و همه چیزش در ایران بوده و این در این 5 سال فقط تابعیت کانادا در واقع به دست آورده. بین این دوتا تفاوته و فقط
اونایی که دارای تابعیت مؤثر هستن میتونن روی در واقع حمایت کانادا یا اوکراین یا کشورهای دیگه حساب بکنن. ممنون از شما آقای محمودی. سعید محمودی، استاد حقوق دانشگاه استکهلم با فرمانده بسیج شهر دارخوین شهرستان شادگان در استان خوزستان به ضرب گلوله کشته شد. گزارش شده که افراد مسلح نقابدار بامداد امروز عبدالحسین مجدمی را در منزلش به گلوله بستند. هنوز جزئیاتی درباره عاملان این حمله و انگیزه آنها منتشر نشده. رئیس پلیس تهران میگوید فردی که تصویر قاسم سلیمانی را پاره پاره کرده بود در کمتر از 24 ساعت بازداشت و تحویل مقام‌های قضایی شد. حسین رحیمی گفته این فرد کمتر از 18 سال سن دارد و فعلا با قرار وثیقه آزاد است. در جریان اعتراض‌های خیابانی بعد از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران در بعضی از نقاط به عکس‌های فرمانده سابق نیروی قدس سپاه حمله شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما دلایل خود رو برای سلب میزبانی تک‌بازی‌های پلی‌آف از استقلال تهران و شهرخودروی مشهد، دو نماینده ایران در این مرحله، اعلام کرده. طبق بیانیه AFC این دو مسابقه به دلایل امنیتی و توصیه بسیاری از کشورها به اتباع خود برای سفر نکردن به ایران به شهرهای شارجه و دبی در امارات متحده عربی منتقل شده. این دو تیم تا دیروز فرصت داشتند کشور سومی رو برای میزبانی معرفی کنند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که مدیران 4 تیم ایرانی حاضر در مسابقه ها برای مذاکره با مقام‌های کنفدراسیون در مورد میزبانی بازی‌های خانگی این دوره راهی مالزی شدند. دادگاه تجدید نظر در لندن امروز و فردا پرونده بدهی بریتانیا به ایران بر سر خرید تانک‌های چیفتن در دهه 70 میلادی رو بررسی می‌کنه. پیشتر دادگاهی حکم داده بود که سود مبلغ پرداخت شده برای پیش خرید این تانک‌ها به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا قابل پرداخت نیست. ایران امیدوار است که با رأی مثبت دادگاه تجدید نظر این روند قضایی بعد از سال‌ها به نتیجه برسد. قبلا همسر نازنین زاغری ردکلیف که در ایران زندانی است گفته بود مقام‌های ایرانی آزادی او را منوط به پرداخت این بدهی بریتانیا به ایران کردند. کسرا ناجی همکارم از مقابل محل برگزاری دادگاه در مرکز لندن با ماست. کسرا، کمی بهمون بگو که امروز اونجا چه گذشته و باید منتظر چه بود. مجلس این دادگاه کارش رو ساعت 10 صبح شروع کرد. حدود 1 بعد از ظهر 1 ساعتی تنفس دادن. دوباره الان نیم ساعت پیش اینجا کارش رو از سر گرفت این دادگاه. این عالی ترین دادگاه انگلستان، دادگاه تجدید نظر هست و داره به درخواست ایران برای تجدید نظر در حکم دادگاه عالی 6 ماه پیش داره جلسه برگزار میکنه. 6 ماه پیش دادگاه عالی تعیین کرد که دولت بریتانیا 387 میلیون دلار به ایران بدهکاره. اما طرف ایرانی صحبت از سود کرد. سود این مقدار به خصوص بعد از شروع و خاتمه تهدیدها، تحریم‌های اروپا به خصوص، و رقم 21 میلیون دلار و 700 هزار سود رو برای خودش فکر میکنه بهش تعلق داره که حدود 28 میلیون دلار میشه. این دادگاه اینجا باید بررسی کنه و تصمیم بگیره که آیا این سود 28 میلیون دلاری به ایران تعلق داره یا نداره در شرایط تحریم. صبح امروز وکلای ایران اینجا صحبت از این کردن که سابقه این پرونده چه بوده. 3 قاضی این دادگاه رو در جریان گذاشتن و همچنین وارد جزئیات قوانین تحریم ها ظرف 10-12 سال گذشته، در واقع از سال 2006 به بعد شدن، که این تحریم ها از نظر قانونی چه میگن و آیا ایران در چارچوب این تحریم ها میتونه بهش سود تعلق بگیره یا نه. بماند اگر این دادگاه تعیین کنه و آخر خط هم هست اینجا، اگر رأی بده که این سود به ایران تعلق داره، آخر ماجراست و دولت بریتانیا قاعدتاً دیگه بهانه‌ای برای پرداخت نکردن نداره به جز تحریم‌هایی که هنوز وجود داره، تحریم‌های اتحادیه اروپا. اما بریتانیا داره از اتحادیه اروپا خارج میشه تا همین 7-8 روز آینده. بنابراین قاعدتاً تحریم‌های فعلی اتحادیه اروپا
علیه وزارت دفاع ایران که جز بخشی طرف این دعواست نباید مشکل عمده‌ای باشه. به هر حال باید دید که فردا این دادگاه تمام میشه و در روزهای آینده، هفته‌های آینده این دادگاه باید رأیش رو اعلام بکنه. ممنون از کسا ناجی، همکارم از مرکز لندن. به میانه برنامه رسید، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ما. ما طبق ضوابط و مقررات داریم کارو انجام میدیم. سانحه در دست ایران میگوید در حال تهیه امکانات لازم برای بررسی جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراین است و اگر خودش نتواند این کار را انجام دهد شاید از خارج کمک بگیرد. دادگاه تجدید نظر برای تعیین تکلیف سود بدهی بریتانیا به ایران بابت پیش خرید تانک های چیفتن آغاز شد. در ادامه برنامه، تلاش برای رفع اضطراب کارمندان با تمرین های آرامشی. رئیس جمهوری ایران میگوید اروپا مسئول پیامدهای احتمالی سیاستش در مورد برجام است. بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته پیش با فعال کردن سازوکار رفع سازوکار حل اختلاف در توافق برجام از ایران خواستند که به تعهدات هسته‌ای‌اش برگردد. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت این سه کشور اروپایی را متهم کرد که بعد از تهدید آمریکا به وضع تعرفه بر صنایع خودروسازی آنها، موازین اخلاق و تعهداتشان را زیر پا گذاشتند. من به سه کشور اروپایی اعلام میکنم که اگر شما تخلفی کردید، اگر عهدی را زیر پا گذاشتید، تمام تبعاتش مسئول شما هستید. ما مسئول تبعات نیستیم. شما میدونید اینا تبعات داره و مسئول تبعات شما هستید. نگید اون جایی که کاری نمیخواید بکنید بگید ما ناتوانیم، ما نمیتونیم. خب نشد. اون جایی که میخواید تخلف کنید اون وقت توانمند میشید. اونجایی که باید به عهدتون عمل کنید میشید ناتوان. به ما میگید خب میدونید دیگه ما ضعیفیم و دیگه آمریکا رو ما فشار میاره و نتونستیم و از ما عذرخواهی میکنید. خیلی خوب، میگید ناتوانیم. چطور بر علیه ملت ایران یه دفعه توانمند میشید؟ حسن روحانی بود، رئیس جمهوری ایران. ما محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق تجارت بین الملل، از پاریس فرانسه با ما هست. آقای شعله سعدی، چقدر صحبت‌های آقای روحانی به نظر شما منطقی هست؟ بخشیش به هر حال درست هست. وقتی که ایشون میگه که اروپایی‌ها به دلایلی محدودیت‌هایی دارن و نمیتونن در واقع امتیازاتی رو به ایران بدن و در واقع سعی میکنه آقای روحانی توپ رو به زمین اروپا بندازه و تبعاتی رو در واقع متوجه رفتار اروپا بکنه و بگه خب حالا این شرایطی که به وجود اومده یک بخشیش به خاطر در واقع کارهایی هست که اروپا میتونست انجام بده و انجام نداده، ولی در عمل اروپا واقعیت این هست که توان انجام اون امتیازاتی که ایران انتظارش رو داره با شرایط اقتصادی که در واقع حاکم هست بر غرب نداره و کلید ماجرا بیشتر در آمریکا باید جستجو بشه. اولا هم آن چه که اروپایی ها در حال حاضر انجام دادن، یعنی فعال کردن اون سازوکار حل اختلاف، شرایط رو برای ایران سخت‌تر خواهد کرد. یعنی فشارها در طول چند هفته آینده به احتمال بسیار زیاد بر ایران به لحاظ بین‌المللی افزایش پیدا خواهد کرد. مسلما فشارها رو اروپا افزایش میده، برای اینکه خب اروپا هیچ مایلی نیست که ایران در واقع از برجام خارج بشه یا اینکه بخواد در واقع تعهدات برجامیش رو ملغا بکنه. ایدئال برای اروپا همین شرایط فعلی هست که در واقع عملا امتیازی به ایران داده نشده، ولی خب ایران تا الان تمام تعهدات برجامیش رو به صورت یک طرفه رعایت کرده. ولی خب اگر ایران تصمیم گرفته فعلا که این تعهدات رو در واقع ملغا بکنه و اینها رو نادیده بگیره، البته هرچند فعلا به صورت عملی ایران تخطی انجام نداده و در واقع اون محدودیت هایی که برجام در نظر گرفته ایران به صورت عملی اونها رو زیر پا نگذاشته، ولی خب اعلام کرده که من تعهدات برجامیم رو در واقع دیگه به رسمیت نمیشناسم و قبول ندارم. خب این باعث شده که این سازوکار به چرخش در بیاد
و این باعث میشه که فشار رو بر ایران بیشتر بکنن و سعی بکنن ایران رو مجبور بکنن برگرده به اون تعهداتی رو که در واقع اعلام میکنه که زیر پا میخواد بذاره یا گذاشته رو عدول بکنه ازش و برگرده به شرایط قبلی و سابق و کماکان در واقع تعهدات برجامی یک طرفش رو حفظ بکنه و بهشون متعهد باشه. آقای شهرزاد، اگه خیلی کوتاه بفرمایید، فکر میکنید اگر ایران قدم بعدی رو که خودش تهدید کرده برداره، یعنی خروج از MPT، اون وقت با چه شرایطی مواجه خواهیم بود؟ در این حالت التهاب به یک مرحله بالاتری میرسه در روابط ایران و غرب. خب عملا خروج ایران از NPT علاوه بر این که میتونه در واقع تعهدات برجامی ایران رو نقض بکنه، میتونه خیلی معنیش فراتر تا از در واقع اون تعهداتی باشه که ایران انجام داده، به خاطر که قبل از اینکه برجام رو در واقع ایران امضا بکنه به هر حال عضو NPT بود و خروج ایران از NPT در واقع میتونه آتشی باشه بر این در واقع بشکه بارود که میتونه تبعات بسیار زیادی برای تمام طرفیان ماجرا داشته باشه. ممنون از شما شهرزادی. جواد شهرزادی، کارشناس حقوق تجارت بین‌المللی. یک روز بعد از شروع استیضاح دونالد ترامپ در سنای آمریکا، او پرونده استیضاحش را بی پایه و اساس توصیف کرد. آقای ترامپ که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت کرده، گفت دموکرات‌ها چون در انتخابات امسال نمی‌توانند او را شکست دهند، به استیضاح متوسل شدند. به گفته او، اگر محتوای مکالمه‌اش با رئیس جمهوری اوکراین مشکلی داشت، رؤسای جمهوری پیشین مثل لیندن جانسن و جان اف کندی هم باید روز اول خدمتشان برکنار می‌شدند. این تقلب کامله، شرماوره. این همه گفتند که ادله عالی و قانع کننده دارند و همه چیزش آماده است و بی نقصه، ولی اصلا ادله‌ای ندارند، همش جعلیه، این همش دروغه، مثل شیف که یک سیاستمدار فاسده. من این رو به سنا واگذار میکنم. سناست که باید رسیدگی کنه و من احترام زیادی برای سنا قائلم به عنوان یک نهاد و همچنین بسیاری از سناتورها، اما این یک انتقام‌جویی شخصی و بی‌پایه است. ترامپ بود رئیس جمهوری آمریکا. اما در لبنان، نخست وزیر جدید این کشور میگوید این کشور گرفتار فاجعه اقتصادی است. حسن دیاب بعد از ماها اعتراض‌های گسترده و بن‌بست سیاسی دولت تشکیل داد، اما معترضان همچنان خواهان اصلاحات اساسی در نظام سیاسی کشور هستند. صدها معترض دوباره در بیروت به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. پریزاد نوبخت گزارش می‌دهد. رهبران لبنان امیدوار بودند دیگر شاهد این صحنه ها نباشند. فریاد معترضانی که ماه هاست خواهان تغییرات اساسی در نظام سیاسی هستند و خیابان ها را ترک نمی کنند. چند ساعت بعد از تشکیل دولت جدید، صدها نفر بار دیگر در خیابان های بیروت پایتخت تجمع کردند. ما از این دولت راضی نیستیم. ما انقلابیون آزاد و صلح‌طلب در خیابون میمونیم. ما لبنانی میخواییم که افراد فاسد در اون نباشن. میخواییم حکومت مفسدان رو محاکمه کنه. نیروهای امنیتی با گاز اشکاور و ماشینهای آبپاش جمعیت را متفرق کردند. اعتراضات عمومی علیه فساد و سوء مدیریت در لبنان از 3 ماه پیش شروع شد و روز به روز گسترش یافت. سعد حریری نخست وزیر وقت استعفا کرد. معترضان میگویند نظام سیاسی فعلی لبنان کارآمد نیست و سیاستمدارانی که به گفته آنها اقتصاد را به زوال کشیده اند باید کنار روند. به خشونت کشیده شدن تظاهرات در آخر هفته بیش از 460 زخمی به جا گذاشت. حالا لبنان نخست وزیر و دولتی جدید دارد. حسن دیاب نخست وزیر تازه از حمایت ائتلاف 8 مارس برخوردار است که حزب الله لبنان مهمترین هسته تشکیل دهنده آن است. این استاد دانشگاه و وزیر پیشین آموزش دولت تازه‌اش را تیم نجات توصیف کرده. این دولت نماینده درخواست‌های معترضانی است که بیش از 3 ماه است در نقاط مختلف کشور خشمشان را ابراز کردند. این دولت میکوشد به درخواست‌ها برای ایجاد نظام قضایی مستقل، بازگرداندن پول‌های اختلاس شده و مبارزه با درآمدهای غیرقانونی رسیدگی کند. کابینه تازه تأسیس لبنان امروز اولین جلسه اش را تشکیل داد. کابینه متشکل از تکنوکرات‌ها که خیلی‌هایشان پیشینه کار سیاسی ندارند و اولین کابینه در تاریخ لبنان که 6 وزیر آن زن هستند، از جمله وزیر دفاع که اولین وزیر دفاع زن در خاورمیانه است. دولت تازه لبنان چالش‌های زیادی پیش رو دارد.
رکود اقتصادی شدید، کاهش ارزش پول ملی و بدهی‌های گسترده که بیش از 150% تولید ناخالص ملی است، مهمترین آنهاست. ورود بیش از 1 میلیون پناهجوی سوری هم به زیرساخت‌ها فشار آورده. آب و برق مرتب قطع و زباله‌ها در خیابان‌ها تلمبار می‌شود. در این میان معترضان هم می‌گویند به سادگی خیابان‌ها را ترک نمی‌کنند. آنها خواهان اصلاح اساسی در نظام سیاسی لبنانند و تشکیل شدن کابینه‌ای مستقل از تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای و همینطور پایان فساد. آنها می‌گویند تا این تغییرات اعمال نشود، در خیابان‌ها می‌مانند. پریزاد نوبخت، بی بی سی. عربستان اتهام دست داشتن ولیعهد این کشور در هک کردن تلفن مدیر عامل شرکت آمازون را رد کرده. سفارت عربستان در واشنگتن طرح چنین اتهامی در رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی را عجیب و غریب خوانده. این رسانه‌ها به نقل از منابعی گفتند که 2 سال پیش بعد از ارسال یک پیام واتساپ از حساب شخصی محمد بن سلمان به تلفن همراه جف بزوس، مقدار زیادی اطلاعات از گوشی آقای بزوس خارج شده. جف بزوس علاوه بر آمازون مالک واشنگتن پست هم هست، اما روزنامه‌ای که جمال خاشقچی منتقد حکومت عربستان برای آن کار میکرد. خاشقچی بعداً در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. تحقیقات جدیدی که برای بی بی سی صورت گرفته نشان میدهد در بریتانیا هزینه های وضع روحی نامناسب کارمندان در 2 سال گذشته بسیار بیشتر شده. اکثر این هزینه ها ناشی از پدیده است به نام حضور غیر ضروری، به این معنا که کارمندان چون احساس امنیت شغلی نمی کنند بیش از حد لازم در محل کار حاضر می شوند و حتی زمانی که بیمارند سر کار می روند. تمرین های آرامش روانی برای کارمندان روشی است که بعضی از شرکت ها برای مقابله با این پدیده در پیش گرفتند. سارا تامس گزارش میده. پایان وقت کاری در اداره ابیلیون ویج. معمولا این ساعتی است که همه به خواب و استراحت فکر میکنن، اما این کارمندان جوان تازه زنگ بیداریشان خورده. یه جور از بین بردن چیزایی که مانع کارتون میشه. ممکنه نه استراب داشته باشید نه اعتماد به نفستون پایین باشه، فقط نیاز به آرامش دارید که جلو برید. رئیس ابیلیون ویج برنامه 4 ماهه برای کارمندانش در نظر گرفته. بخش بزرگی از زندگی شخصی رو به اداره میاریم. شرکت هایی که در حفظ کارکنانشون و تأمین رضایت شغلی اونها موفقند از این بحث فرار نمی کنند، بلکه تلاش میکنن محیط کار رو با صحبت کردن درباره مشکلات روحی و روانی کارمندها محیط مناسب و مثبتی بسازن. مربی این جلسه ها میگوید تقاضا از طرف شرکت های حقوقی، حسابداری، خدمات مالی و استارتاپ ها بیشتر شده. شرکت هایی که میخواهند کارمندانشان متمرکز، پویا و خوشحال باشند. تجربه من نشون میده که برای نگه داشتن جوان های خلاق فراری از محیط کار، فرهنگ کاری تو این شرکت ها باید عوض بشه. بررسی ها نشون میده که شرکت ها حالا مسائل روحی روانی رو جدی تر میگیرن. کارمندهای بیشتری به دلیل استراب و فشار مرخصی میگیرن و این کمک میکنه که اونها با استرس کاری کمتری کار کنن. انتظار میرود تا سال 2024 درآمد آموزش سلامت روانی در محل کار تنها در آسیا 7.4 میلیارد دلار باشد. بررسی های ما نشان می دهد که چگونه استرس و استراب بازدهی در محل کار را کم می کند، اما کمک به آرامش و شادی کارمندان سرمایه گذاری سوداوری است. سارا تامز، بی بی سی نیوز، سنگاپور. ممنون که در این بخش خبری همراه ما بودید و ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید تا دقایقی که با خلاصه خبر همراه شما.